روز 27 مرداد سالگرد شهادت فقیهی آزادی خواه و مجتهدی مردمگرا، عالمی مصلح و مرجعی ظلم ستیز می باشد. او آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی است که نیم قرن در پای تخت به تبلیغ دین سنتی پرداخت و ماهیت مذهب سیاسی را با رفتار نیکو و کردار زیبا و گفتار پسندیده افشا نمود. این روحانی مظلوم که اسرار 60 سال قبل بنیانگذار انقلاب را می‌دانست و در هر فرصتی به پرده برداری از حقایق ناشکفته او می‌پرداخت، همواره مغضوب هیئت حاکمه مستبد بود و از فعالیت‌های صنفی و شرعی و ملی این سید وارسته ممانعت می‌شد. وی صاحب منشورات مقدس نور بود که 50 سال در ایران فرهنگ و تفکر آسمانی را ترویج می‌نمود و خواستار جدایی دیانت از سیاست بود. ایشان اسلام سیاسی را برای اعتقادات توحیدی مخرب می دانستند و آلوده کردن مؤمنین را به مسائل نفسانی، خیانت به شرع و کارگزارانش می خواند. آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی، فرزند ارشد آیت الله سید محمد طاهر کاظمینی بروجردی، در سال 1343 قمری مصادف با 1303 شمسی در شهر بروجرد دیده به جهان گشود. نسبتش با 26 واسطه به امام سجاد میرسد. دوران تحصیلات مقدماتی را در بروجرد تحت نظارت پدر به انجام رسانید و برای ادامه تحصیلات عالیه عازم نجف اشرف گردید و مدت کوتاهی از محضر درس آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی بهره برد و مورد توجه و نظر خاص آن مرحوم واقع شد. اقامت وی در نجف اشرف چندان به طول نینجامید و همراه شیخ صادق ایروانی به بروجرد مراجعت کرد. مقارن با هجرت آیت الله عظما، حاج حسین طباطبایی بروجردی به قم، او نیز وارد آن شهر گردید و از محضر عالمان و فقیهان بزرگ آن دیار بهره های فراوانی کسب نمود و برخی دروس این اساتید را نیز تقریر و حواشی زد. پس از وصول به مرتبه اجتهاد، سالها سطوح مختلف دروس حوزوی را تدریس نمود و موفق به اخذ اجازات متعدد از مراجع بزرگ حوزه‌های علمیه ایران و عراق شد و بارها مورد تقدیرات مراجع آن عصر قرار گرفت. سالهای قبل از دهه 40 به دعوت مردم تهران و خواست مراجع مشهور آن زمان مثل آیت الله العظما طباطبایی بروجردی به این شهر هجرت نمود و بانی و مؤسس مسجد نور واقع در میدان خراسان گردید. در ابتدای ورود به تهران مدتی اقدام به تدریس کتب مختلف فقهی و ادبیات عرب نمود، اما به دلیل ضرورت و نیاز زمان اکثر اوقات عمر شریف خود را به وعظ و خطابه و تألیف و تحقیق و پژوهش گذراند. از آن زمان نزدیک به نیم قرن امامت و زعامت مسجد نور را بر عهده داشت که بعدها تألیفات وی که حدود 33 جلد رساله و کتاب است به نام منشورات مقدس نور معروف گردید. او همواره مرجع گرفتاران و مأوای رنج دیدگان بود و دور از هیاهوی تمدن کاذب و کشمکش‌های سیاسی، انبوه فقیران و ضعیفان را در آغوش پدرانش جای می‌داد. سخنرانی‌ها و مباحثات ایشان در مسجد نور و مناظراتشان با برخی از صاحبان اندیشه‌های انحرافی در دهه‌های مزبور از جمله مواردی است که شایسته است در تدوین تاریخ معاصر ایران به درج آن همت گماشت. آیات عظام مرحوم علامه مرعشی نجفی و سید محمد رضا گلپایگانی و سید احمد خانساری از جمله مراجعی بودند که در توزیع آثار ایشان به نقاط مختلف کشور اهتمام ورزیدند. عدم همکاری این مجتهد آزاده با روحانیون انقلابی باعث فاصله گرفتن آنها از وی شد و به همین علت بعد از انقلاب سال 57 ایشان جزء علمای مغضوب و معاند حکومت به حساب می آمد. در طول دوران انقلاب تمامی پیشنهادات مالی و اعتباری که برای خریدن او داده می شد را رد می نمود. این مجتهد جامع الشرایط از اسرار و اخبار ناگفته بنیانگذار انقلاب در حد جامعی اطلاع داشت و بعضی اوقات نیز حقایقی را به نقل از آیات عظام طباطبایی بروجردی، شیخ عبدالنبی نجفی عراقی و مرعشی نجفی بیان می‌نمود که در آن افشاگری‌ها اثبات می‌شود
مأموریت اصلی خمینی سرنگونی اسلام و نابودی تشیع بوده است. این فقیه دلسوز جامعه در سالهای آخر عمر خود به تذکره نویسی از آن اسرار و گردآوری اسناد و مدارک مذکور مبادرت ورزید تا در زمان ممکن به دست مردم برسد، ولی متاسفانه این امر توسط وزارت اطلاعات ردیابی شد و آنها با کشتن ایشان و روبودن کلیه اسناد و کتب موجود در بیت وی مانع از انجام چنین کار بزرگی شدند. این عالم رافض دنیا در سحرگاه 27 مرداد 1381 در بیمارستان مدائن تهران به دست عوامل وزارت اطلاعات به شهادت رسید. پیکر مطهر ایشان به طور مخفیانه در مسجد نور که نزدیک به نیم قرن امامت آن را بر عهده داشت دفن گردید. وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت مانع از هر گونه تحقیقی پیرامون قتل این مرجع دینی شدند و اجازه تشییع جنازه و درج خبر فوت در رسانه‌ها را ندادند و عده‌ای از علاقمندان را نیز صرفاً به جرم حضور بر سر مزارش بازداشت نمودند. در سالهای اخیر بسیاری از مردم غروب هر پنج شنبه و جمعه در مسجد نور میدان خراسان حاضر می شدند و یاد آن فقیه شهید را زنده نگه می داشتند و تفکرات او را احیا می کردند. حکومت برای به فراموشی سپردن جایگاه این مکان مقدس مدتها درب مسجد را قفل زد تا مردم نتوانند مراجعه کنند، ولی حمایت مردمی به گونه ای بود که پشت درهای بسته مسجد طبق روال مربوط حاضر می شدند. این امر منجر به ضرب و شتم و بازداشت شرکت کنندگان این گرد همایی ها در تابستان و پاییز 1385 شد. همچنین نام مسجد نور را مدت ها عوض کرده و آن مکان را که طی ده ها سال به عنوان پایگاه تبلیغ برای اسلام غیر سیاسی شناخته می شد تبدیل به مقر بسیج و گروه های فشار و سرکوب نمودند. تا اینکه در سال 1385 و در هنگام تهاجم نیروهای مسلح رژیم مدعی شریعت به بیت فرزندش آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی و کشتار پیروان او و دستگیری وی و خانواده و یارانش، قبر آن اسوه فضیلت و الگوی حقیقت را که در مسجدش مدفون بود شکافتند و پیکر این بنده مخلص خدا و فرزند دلسوز وطن را بیرون آورده و به آتش کشیدند. این جنایت ولایت مطلقه فقیه اولینش نبوده و آخرینش نیز نخواهد بود. چندین سال قبل آیت الله سید کاظم شریعت مداری را نوجوان مردانه کشتند و سپس صدها تن از پیشوایان مذهبی و مردمی را نابود کردند و اکنون رهبر سازش ناپذیر معنوی که هفتمین سال اسارت خود را در اوین سپری می کند در اثر شکنجه های روحی و جسمی لحظات مرگباری را طی می نماید و در مسیر مرگ فجیع قرار گرفته است به امید رهایی ملت از یوغ استثمار. درود بر شما، به اخبار شامگاهی اتحاد تیوی خوش آمدید. طیبه حسینی هستم با مهمترین عناوین خبری در هفته‌ای که گذشت. زلزله آذربایجان شرقی را لرزاند. عصر شنبه 21 مرداد دو زمین لرزه به بزرگی بالای 6 ریشتر شهرستان‌های اهر، ورزقان و حریص در آذربایجان شرقی را لرزاند که تاکنون پس لرزه‌ها ادامه دارد. به گزارش رسانه‌های داخلی این زمین لرزه‌ها باعث تخریب 245 روستا، 12000 واحد مسکونی و جان باختن 306 نفر از مردم این منطقه و مصدوم شدن بیش از 2000 نفر نیز شد.
هواداران آقای کاظمنی بروجردی ضمن عرض تسلیت به ملت ایران و همیهنان غیور و آزادی خواه آذربایجان برای کلیه آسیب دیدگان آرزوی سلامت و برای بازماندگان این حادثه صبر و شکیبایی آرزو می کنند. آزادی شماری از زندانیان سیاسی. پس از اعلام دادستان تهران مبنی بر آزادی شماری از زندانیان سیاسی در شامگاه چهارشنبه 25 مرداد 73 نفر از زندانیان بندهای 305 زندان اوین، بند نسوان اوین و زندان رجایی شهر آزاد شدند. نازنین خسروانی، صدف ثابتیان، مژگان محمدیان، شمیم زین العابدینی، اشرف علی خانی، معصومه یاوری، میترا عالی زندانیانی هستند که از بند نسوان زندان اوین آزاد شدند. تارنمای کلمه نیز اعلام کرده است که علیرضا کیا، حمزه کرمی، حمید ایزدیاری، معصوم فردیس، رامین چاوشی، آرش ریکی، علی ملیحی، قاسم شعله سعدی، اسماعیل صحابه، آرش رهایی مهر، کورش کوهگن، حمید مقدسی، حسین ثابت، امیر بهمنی، رحمان بوزری، حمید رضا پونکی، علی اخوان، بردیا آذرنیا، امیر مقامی فر، شهاب دهقان، محسن جوادی افضلی، علی سالم و سارنگ اتحادی آزاد شدند. همچنین در مجازات 9 زندانی دیگر از جمله رضا انصاری راد و امید خارزمیان نیز تخفیف داده شده است. محاکمه چندین باره زندانی سیاسی ارژنگ داوودی. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، زندانی سیاسی ارژنگ داوودی قرار است برای چندمین بار روز هفته شهریور ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صلواتی مورد محاکمه قرار گیرد. او 12 تیر ماه از بند 209 شکنجهگاه زندان اوین به شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شد و بدون هیچ دلیلی دادگاه وی را به 7 شهریور ماه تعویق انداختند. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی 7 تیر ماه بدون هیچ دلیلی در حالی که در حال طی کردن محکومیت غیرقانونی و غیر انسانی خود بود از سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج به بند 209 شکنجهگاه وزارت اطلاعات منتقل شد و از آن تاریخ تا کنون از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست. دستگیری یک جوان کرد با شلیک گاز اشک‌آور. نیروهای اداره اطلاعات شهرستان سلاس باباجانی با محاصره و شلیک گاز اشک‌آور به منزل یک خانواده کرد فرزند آنها را بازداشت کردند. به گزارش کردپا روز دوشنبه گذشته سامان علی ویسی 22 ساله فرزند امین از سوی مامورین امنیتی در منزل شخصی پدرش در تازه آباد سلاس بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. ماموران قبل از ورود به منزل این شهروند کرد گاز اشک‌آور را به داخل منزل شلیک کرده و این اقدام منجر به ایجاد وحشت در میان این خانواده کرد گشت. همچنین گزارش حاکی از آن است که در مقابل چشمان اعضای این خانواده سامان علی ویسی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت که در نتیجه دخالت پدر و مادر این جوان کرد آنها نیز به همان صورت مورد ضرب و شتم و بی‌حرمتی قرار گرفتند. حمله جنگنده سوریه به مردم کشورش. یک فروند جنگنده ارتش سوریه به شهر عزاز در شمال این کشور حمله کرد. به گزارش یورونیوز، شهر عزاز در حوالی حلب با جمعیتی بالغ بر 70 هزار تن مورد اصابت موشک قرار گرفته و در پی این عملیات دست کم 31 تن کشته و 200 شهروند نیز مجروح شدند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که جنگنده های نیروی هوایی سوریه بیمارستان را در مناطق تحت تسلط مخالفان در حلب بمباران کردند. انفجار چند بمب در عراق ده ها کشته و زخمی داد. یک رشته حملات انفجاری روز گذشته در عراق منجر به کشته شدن حداقل 20 نفر و زخمی شدن ده ها نفر شده است. به گزارش بی بی سی چند بمب در شهر کرکوک و در بغداد پایتخت عراق منفجر شده است. به نظر می رسد هدف این انفجارها نیروهای امنیتی و پلیس بوده است. طی ماه‌های اخیر میزان حملاتی که از این دست در عراق افزایش یافته و گروه‌های جهادی امارت اسلامی عراق که شاخه‌ای از القاعده عراق است مسئولیت بیشتر این حملات را پذیرفته است. با تشکر از شما
27 مرداد سالگرد قتل آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی است. بدین منظور گفتگویی داریم با آقای مهندس شریعت مداری، فرزند آیت الله عظما شریعت مداری. سلام بر شما آقای شریعت مداری، وقتتون بخیر. این حکومت در پرونده 33 ساله خودش کشتار علمایی چون آیت الله شریعت مداری و آیت الله محمد علی کاظمینی بروجردی رو در خود جای داده. به نظر شما این حکومت که نام اسلام رو به یدک میکشه، چرا با علمای اسلام اینگونه رفتار کرده؟ با سلام به شما و شنوندگانتون. خب حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت از ابتدا نه اسلامی بوده و نه جمهوری، هر دو نام رو بر خودش جعل کرده و آقای خمینی که بنیانگذار این حکومت بوده در حقیقت انسان خودکامه و جاه طلبی بوده که با ایده هایی که آورده هم مملکت رو به باد داده و هم مخالفین خودش رو در درجه اول در روحانیت و سپس در بقیه جامعه سعی کرده از بین ببره و متاسفانه علمایی که نام بردید و بسیاری دیگر که نام نبردید در زمره کسانی هستند که قربانی جاه طلبی ها و قساوت آقای خمینی و یاران انقلابی شدند و اکنون هم عده زیادی از روحانیون مانند آیت الله بروجردی، آیت الله هنرور شجاعی، آقای آیت الله قابل و دیگران در زندان هستند و در وضع بدی به سر میبرند. من بدون اینکه کاری به عقاید یا باورهای این انسانهای شریف داشته باشم، به عنوان یک انسان دموکرات از حقوق مدنیشون دفاع میکنم و امیدوارم که کوشش هایی که ما و دیگران میکنیم و مردم ایران در درجه اول بتواند در رهایی اونها گامی ولو کوچک بردارند و اینها رو از این رنج و تعب بزرگ که در زندانها دارند نجات بدن. آقای هنرور شجاعی آزاد شدن اخیراً، ولی این دو عزیز دیگر همچنان در بند. به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی چرا از آیت الله ها انقدر میترسه و با اونها چه نمیکنه؟ خب ببینید، روحانیت شیعه یک ساختمان سنتی داشت که هر کدام از روحانیون درش میتوانستند نقش معینی داشته باشند بسته به پایگاه اجتماعیشون. این سازمان سنتی رو حکومت به نفع خودش مصادره کرده و تار و پود اون رو در اختیار گرفته، عده‌ای رو با پول خریده، عده‌ای رو خانه نشین کرده، عده‌ای رو مرعوب کرده. وقتی کسانی جرأت میکنند از درون این سازمان روحانیت و میخواهند که استقلال خودشون رو داشته باشن، افکار مستقل خودشون رو ابراز کنن، حکومت احساس خطر میکنه که این سازمان قوی و نیرومند تاریخی رو که توانسته مصادره کنه ممکنه که به استقلال تاریخی خودش برگرده و یک نیروی بزرگ هماورد حکومت بشه و جایگاه مخالفین بشه. اینه که اونها رو میگیره، خیلی باشون بدرفتاری میکنه، با قساوت باشون برخورد میکنه تا جلوی این خطری رو که از اون به شدت میترسه به زعم خودش بگیره. این طرز فکر جدایی دین از حکومتی که آیت الله مرحوم شریعت مداری و آیت الله سید محمد علی کاظمینی و آقای سید حسین کاظمی بروجردی داشتن تا چه حد برای این حکومت خطرناک بوده و فکر میکنید که چه نقشی رو برای اینها ایفا میکرد؟ اینها دو مکتب جدای از همان دیگه، یعنی دموکراسی مبناش جدایی دین از دولته و مرحوم پدر من مؤسس یک چنین فکری بعد از انقلاب بود و آقای بروجردی و دیگران هم خب با اون توافق داشتند و ولایت فقیه، ولایت مطلق فقیه فکری است که در حقیقت مبنای استبداد دینی است و این دو نوع فکر در یک قالب نمی گنجند. برخورد بین این دو فکر قهری است و
ادامه خواهد داشت و با توجه به مختصات امروز جامعه امیدواریم که پیروزی تاریخی با مکتب جدایی دین از دولت و یک دموکراسی لیبرال باشه که در آن هم دین مردم محفوظ داره و هم مملکت منافع ملی مملکت در چنین نظامی بیشتر ملحوظ میشه و هم مردم با آزادی میتونن زندگی. به نظر شما چرا مراجع الان سکوت کردن؟ خب همونطور که عرض کردم، اولا مراجع دیگه مراجع سابق نیستن و پایگاه اجتماعی سابق رو ندارن، به خاطر اینکه در از این 30 سال نتوانستن اغلبشون امتحان خوبی بدن و از عدهی که امروز به مرجع موسومن عدهی نانخور این حکومت و شهریهایی که به طلاب میدن و خرچهایی که دارن اصولا بدون کمک حکومت امکانش وجود نداره و در حقیقت مجبورن تبعیت کنن تا امور روزانه خودشون و محصلین حوزه رو با اون بگذرونن. چیرخار چنین حکومتی هست. عده‌ای هستن که مستقلن، به نسبت محبوبن، ولی تا کنون جرأت مخالفت علنی رو کم پیدا کردن و عده‌ای کوچکتری هستن که مخالفت کردن و یا در زندانن یا تحت حس خانگی هستن و انواع محرومیت ها رو می کشن. مثلا بیت مرحوم آیت الله منتظری، بعد از اینکه آیت الله منتظری مخالفت علنی کرد، بعد آقایونی مثل دستغیب، سانعی، بیات زنجانی و دیگران هم همینطور به تدریج تعداد افرادی که مخالفت می کنند، اهم از اینکه من با عقیدهشون موافق باشم یا مخالف و هم از اینکه اینا در چه سلسله مراتب روحانی وجود دارند. امروز آیت الله یک لقب عمومی است و به همه میگن، منتها اغلب اینهایی که نام بردیم در درجه اول مرجعیت روحانیت نیستند، اون نفوذ رو هم ندارند، ولی با این وجود حکومت ازشون میترسه و انواع تضییقات رو برشون فراهم کرده و این نشان میده که چقدر این موضوع برای حکومت حساسه و چقدر این مخالفت ها ارزشمنده. به خاطر عکس العملی که حکومت نشان میده میشه اینو حد زد. ممنون از شما از وقتی که گذاشتید. اگر که فکر میکنید که نکته نگفته مونده لطفا بفرمایید. نه خیر، نکته دیگری باقی نیست جز اینکه تسلیت میگویم به همه بازماندگان زلزله تبریز و آذربایجان و ورزقان و احر و ارسباران و امیدوارم که مردم بسنده نکنن به کمکی که حکومت میکنه و در حقیقت نمیکنه و خودشون گروه های خودجوشی تشکیل بدن و به هموطنان خودشون کمک کنن. در این راه روحانیت مستقل فرصتی داره تا حساب خودشو از حساب این حکومت جدا کنه.